قسمت هفتم سریال مونارک هم پخش شد و اتفاقاتی هم که اینجا افتاد مطمئنا یه سری سوال هم توی ذهنتون گذاشته مخصوصا در مورد لیو کاری که داره انجام میده و اینکه اصلا انگیزه هاش چیه داره دنبال چی میگردم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم یکی از تئوریایی هم که هفته پیش داده بودیم دیدیم که این هفته درست حساب در اومد که اونم بهتون میگم فقط قبل که اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنی حتما یاد بشه که لایک و ساب و هرچون پایین هست و بزنی همونطور هم که میدونیم من شاهینم از این هم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم بریم سراغ قسمت هفته شروع این قسمت و اتفاقی که داره میفته این که دارید میبینید تیم از زیر اون خاکا میزنه بیرون خیلی شبیه به اتفاق هفته گذشته است که دیدیم گودزیلا از زیر خاکا بیرون زد و یکی از اتفاقاتی که مطمئنا با دیدن این قسمت متوجه شدیم اینه که یه سری از شخصیت که داریم هدف های گذشتهشون تغییر کرده و اینجا مشخص ترین رفتار رو میتونیم بین کنتارو و کیت ببینیم کنتارایی که قبلش دنبال این میگشته بتونه پدرش رو پیدا بکنه ولی الان داریم میبینیم که دیگه بی‌خیال شده و نمیخواد دنبال اون بگرده و برعکس اون کیتی بود که اصلا نمیخواست به پدرش نزدیک بشه ولی الان داریم میبینیم که میخواد دنبال اون بره دلیل این تغییر رفتاری که کنتارو داره به خاطر اینه که تا الان پدرش باهاشون زندگی کرده و هیچ وقت رو ول نکرده و یه دفعه بره وقتی که اونو اونجا دیدش و یه دفعه گذاشته رو رفت شد که یه مقداری توی ذهنشون دیدی که نسبت پدرش داره تغییر بکنه و برای که این قضیه برعکس بود و انگیزه گرفت که اونو پیداش کنه وقتی وارد تیتراژ میشیم تیتراژ دیگه هرچی صحنه داشته رو بهتون گفتم ولی خب دو تا از این صحنه ها برمیگه به اتفاقاتی که داخل این قسمت بود که اون سوراخ بزرگی بودش که توی آلاسکا بود دیدی لیزت منفجرش کرد و اون طرفم اون پیغام هشدار رو دارید میبینید که تو این قسمت هم دیدیم تیم اون رو روی گوشی های همه فرستاد با فلش به گذشته ای که داره از می به نشون میده اولین نکته ای که داره دیده میشه اینه که اون به هنر علاقه داره به خاطر همین هستش که تو ادامه ماجرا سمت کنتارو کشیده شده بعد از اون دارید متوجه میشه دو سال 2012 میادش عضو شرکت AET میشه که همون شرکت اپیکسی که توی دنیای مانسرورس میشناسید همون شرکتی که میادش و مگا گودزیلا رو درست میکنه اون درگیری که کنگ و گودزیلا به اون داشتن و خب این همون تئوری بودش که در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودیم که ممکنه که می برای اون سازمانم کار کرده باشه و دیدیم که این قضیه کاملا درست بوده با برگشت به سال 2015 دارید متوجه میشید که رابطه که کن دارن دیگه کاملا خواهر شده و همدیگه قبولش کردن و دارن توی مسیرشون ادامه میدم و یه نکته جالب اینه که کیت از کنتارو بزرگتره فکر میکردیم شاید این قضیه برعکس بوده باشه که هیروشی اونو زودتر ول کرد و رفت ولی الان داریم میبینیم که اینطوری نیست و جایی هم که میبینه تیم میاد و شروع میکنه به صحبت کردن حرفایی که میزنه یه مقداری اشاره میکنه به حرفایی که دکتر سارزاوا هم میزدش فقط نکته که وجود داره اینه که تا الان حرف ازش شده به اون حرفایی که زدم حتی اشاره کردن یعنی کمون ازش بوده ولی خودشو بهمون نشون ندادم امیدوارم توی ادامه روند ماجرا که داره اون قسمت های آخر بیان بهش اشاره بکنن حتی خودش هم نشون بدن چون میدونیم توی روند داستانی نقش خیلی پررنگی رو داره اینجا میبینید تیم زنگ میزنه تا با رئیس خود صحبت بکنه اون پشت مانیتوریه و اون تشعشعات و حالا اون مسیر رادیویی که اونجا وجود داره به سمت اندونزیه اگه یه مقداری نگاه بکنیم امکان داره که اون به سمت حالا فیلیپینینا هم باشه توی اون نقشه جایی که اتفاقات گذشته افتاد اون دههی که داشت به ما نشون میداد که لیو کیکو و بیل همشون جوون بودن و دیدن اون تایتان پرنده که شکل اجدام بود ممکنه که نشون بده که مونارک یه جورای اون تایتان زیر نظر داره وقتی وارد آلسکا میشیم پایگاه 88 که داریم اونجا میبینیم متوجه میشید که بجز حالا گودزیلا و دیگه که اینجا هستن یه علامتی هم داره دیده میشه که نشون میده ممکنه با یه تایتان خیلی بزرگتر و خطرناکتری هم روبرو بشیم. ممکنه همون تایتانایی باشن که قراره تو ادامه مسیر داستانی بیان و با گودزیلا درگیر بشن. رفتاری که اینجا داریم از لی میبینیم کاملا دارید متوجه میشید خیلی شبیه به همون گذشته خودشه این که اون اصلا یه نظامی بوده، اینجا هم داره دقیقاً یه همچین رفتاری از خودش نشون میده اون پایگاه رو میگیره دست خودش و اینکه میخواد چه کاری انجام بده و انگیزش چیه یه مقداری مبهم به خاطر اینکه جلوتر داستان اتفاقاتی که میفته هیچ وقت به این کارهایی که اون انجام داده کسی نمیاد اشاره بکنه احتمال خیلی زیاد این اتفاقاتیه که به سریال اضافه شده شاید میخواد یه مسیر جدیدی و جلوتر برای داستان اون نشون اون بده ولی در کل اتفاقی که اینجا داره میفته اون حرفایی که توی گذشته زده بود برگشت گفت که میخواد گودزیلا رو نجات بده ولی اون کاری که میاد آخر سر انجام میده داره نشون میده که هدفش اینه که فقط بذاره گودزیلا زنده بمونه حالا بقیه اگه مردن و در شدن زیاد براش مهم نیست اینجا متوجه هویت مخفی می میشید این که اصلا اسمش کراز و خب از اول مشکوک بود میگفتیم چهرهش هم نشون میده که مشکوکه و یه چیزی رو مخفی نگه میداره این اسم کورایی که حالا داره به معنی دختر حالا بیام یه مقداری برگردیم به اساطیر یونانی پرفسونه که دختر گمشده زوس هم به حساب میادش یه تایمیه توی دنیای مرده داشته زندگی میکرده حالا وقتی که بهار میشه و اتفاقاتش برمیگرده و این داره کاملا اشاره میکنه به کارکتری می که داریم یعنی این می که داره میگه اشاره میکنه به بهار از طرف دیگه اون زندگی دوگانه ای که داره اون قسمت مخفی که اومده و داره بهمون نشون میدن باز اشاره میکنه به همون کاراکتری که توی یونان هم بوده و اینطوریه که داره یه ارتباطی بینشون برامون برقرار میکنه وقتی وارد سال 2015 میشیم جایی که داره سازمان مونارکو بهمون نشون میده اگه دقت بکنید این محیطی که داخلش قرار گرفتیم شبیه به همون جایی که توی سال 1955 گذشته بهمون نشون داده بودن اونجا یا از یه آزمایشگاه یه محل تحقیقاتی اولیه بود ولی اینجا که داریم میبینیم الان تبدیل شده به یه سازمان بزرگ نقشه روی دیوارش هم خیلی شبیه به همون نقشه‌ها ساق پیشرفته تر شده اتفاق بعدی که اینجا هستش برمیگرده به همون شخصیت می و که داریم میبینیم و اون رفتاری که توی گذشته با زمان حالی که داریم میبینیم البته حالی که به خود سریال برمیگرده میبینید که متفاوت شده به خاطر اینکه وقتی میاد گذشته اونو نشون میده اون یه کاراکتر شادتری بوده بیشتر میخنده ولی کاراکتری که الان داریم میبینیم خیلی افسورده تر و ذهنش همیشه درگیره و کاملا متفاوت شده با اون شخصیت گذشته خودش و این داره نشون میده همش به خاطر همون اتفاقات سختیه که پشت سر اون درگیری که با این شرکت بزرگ داشته اینجا متوجه میشید اون پاسپورت هایی که داره برای فرار کردنشون هم هسته چجوری به دست میادش ولی خب خواهری که داره میانیم که سانه سال کمتری از خودش داره فکر میکردیم حالا به خاطر اون پاسپورت نظامی که مخصوص از خواسته شاید خواهرش مثلا سنش بیشتر باشه توی یه ارگان نظامی و دولتی خاصی کار بکنه ولی دیدیم که اینطوری نبودش و خب یه مقدارم عجیبه این انقدر راحت بتونن یه همچین پاسپورتی رو درست بکنن پروژه مخفی که سازمان اپیکس از طرف دیگه مونارک دارن با هم دیگه همکاری میکنن همون چیزیه که کرو متوجهش میشه دارید می‌بینید وقتی که واردمون آزمایشگاه میشه وقتی که داره اون اطلاعات رو نگاه میکنه روی مانیتور علامت مونارک هست پس این داره نشون میده که این دوتا با هم دیگه همکاری داشتن اینکه بیان روی ذهن ها تحقیق بکنه بتونن اون سیستم عصبی که دارن و روش مطالعه بکنن و در آخر برسن به چی به همون اتفاقی که بعدا با مگاگودزیلا داریم اینکه بتونن از طریق اون اعصابی که وجود داره اونو بیانشو حرکتش بدن و از اون قدرت رو استفاده بکنن اتفاقی که دیدیم بعدا افتاد و درستم جواب نداد و حسابی هم داشتن شهر رو به گند میکشیدن و میرفت حالا اینکه مونارک با اینو داشته همکاری میکرده یه مقداری عجیبه شاید مونارک از این کاری که قرار بوده اونو در ادامه مسیرش انجام بدن خبر نداشته تا اونان این سازمان یه سری اتفاقات هم مونارک پنهان کرده بود و اون نمیدونسته که به کدوم سمت حرکت کنه. ولی هرچی که هستش همین اتفاقات و همکاری که حتی ندونستم باشه بعدا باعث اتفاقات بدتری برای دنیای بیرون میشه همون حرفیه که لی میزنه و میشه گفتش که تا حدودی هم اونم حق داره و کاری که داره انجام میده نظر خودش واقعا درسته آرک شخصیتی که برای می توی سریا در نظر گرفته بودن خیلی جالب بود از اون مسیر ابتدایی که جلو اومد این که مشکوک بود که به نظر میرسه کاراکتر منفیه ولی خب تغییر رفتار انجام داد درسته که یه سری همکاری هم با سازمان های دیگه که ولی خب بالاخره تو اون جهت مثبته در آخر قرار گرفتش و این خیلی مسیر جالی بودش که برای این کاراکتر در نظر گرفته بودن توی حرفایی هم که داشت با اون مدیر شرکت این زد اون برگشت رفتش که نمیخواد بره سمت پلیس چرا این کار نمیخواد انجام بده خاطر اینکه وقتی پلیس بیادش کاری که اونا داره میکنن غیرقانونی مطمئنا براشون دردسر درست میشه و از طرف دیگه چون با یه سازمان بزرگی مثل مونارک همکاری دارن نیازی نیستش که بیان از سازمان های دولتی دیگه استفاده بکنن که سر از کارشون در بیارن حرفایی که توی ماشین وردوگو داره میزنه کاملا معلوم که لی میترسه دلیل ترسش به خاطر چیه یکی اینکه لی تمام اطلاعاتی که مربوط به مونارک رو کاملا داره به خاطر اینکه اصلا خودش کسی بوده که اون پایه اولیه رو گذاشته بعد از اونم کارهایی هم که داره انجام میده به خاطر اینکه مقداری به سمت همون یه طرفه بودن حرکت میکنه زیاد نگاه نمیکنه به اتفاقات بعدش باعث این میشه که میتونه دردسرهای بزرگتری هم در ادامه مسیر درست بکنه چون نمیدونیم کاری که داره میکنه با اون بمبایی که حالا درست از تششات رادیواکتیوی ترکیب نشدن ولی وقتی که میادشون اون بمبا رو میذاره اون سوراخ رو منفجر میکنه میاد اون اکوسیستم تایتانا رو به هم میریزه شاید با این به هم ریختن اکوسیستم تایتانا تایتان مجبور بشن اونایی که اونجا هستن بیان بیرون وارد زمین و مناطق مختلفی بشن که مردم دارن زندگی میکنن و اینطوری خرابی بیشتری این هم به بار بیارن یکی از ساله بزرگی که تو ریتم مسیر داستانی منسر ورس بود این بود که اصلا کی مونارک از اون سازمان مخفی تبدیل به یه سازمان عمومی میشه همه ازش خبر دارن چون اگه یادتون باشه تو ریتم مسیر داستان اونو رو و خواستم محاکمه بکنن و این اتفاق بودش که داشت برگزار میشد و اینجا میبینیم رفتاری که دارن کاملا نشون میده که مجبور شدن که همه چیز رو علنی بکنن به خاطر اینکه یه کارکتری مثل لی داشت جدا از اونا حرکت میکرد و ممکن بود که اتفاقات بدتری هم پیش بیاد حالا این که داریم میبینیم مونارک تونست میو از دست سازمان اپکس راحت بکنه معلوم نیستش که چی بهشون پیشنهاد داد حالا شاید اون پروژه که همکاری داشتن با هم رو اومد گفت من دیگه با تو همکاری نمیکنم کل پروژه مال خودتون که همین ممکنه برسه به اتفاقات مگا یعنی نجات دادن یه شخصیت مثل می از دستی همچین شرکت بعدا باعث میشه که کلی آدم اون وسط کشته بشن و در بشن و اینو باید جلوتر ببینیم که میاد بش اشاره بشه یعنی که فعلا نمیخواد یه همچین چیزی اینجا بهمون نشون بده و ازش راحت میگذاره نکته بعدی هم که وجود داره میرسیم به جایی که لی میره سراغ اون سراخ ها توی آلاسکا تا اونجا را هم را رو همه رو مفجر که بهتون گفتم مبود مفجری که داره استفاده میکنه یه مبود مفجره یا چون وقتی میبینی داره منفجر میشه یه گردباد بزرگی هم میاد درست میکنه حالا نمیدونم به خاطر اون وجود انرژی که توی اون سوراخا بوده یا اینکه اون بمبی که اومده استفاده کرد بمب مخصوصی که حتی میتونه به تایتان هم ضربه بزنه چون یه تایم طولانی ارتش مطمئنا روی این موضوع تحقیق کرده بوده تا بتونه جلوی تایتانا رو بگیره ممکنه این وسط یه سری سلاح هم حتی ساخته باشن که فعلا رو نکردن و لی ازشون داره حالا اینکه اصلا انگیزهای خود لیچه چرا اومد داره همچین کاری انجام میده اون که گفت میخوام گودزلا رو نجات بدم چرا اومده به این تایتان حمله کرده برمیگرده به اتفاقاتی که تا الان توی ادامه مسیر داستانی اومدن هی به ما هر بار نشون دادن شما متوجه شدید که لی از کیکو خوشش میومده کیکو از گودزلا خوشش می به خاطر همین اون میگه من گودزلا رو سالم نگه میدارم ولی بقیه تایتانا براش مهم نیست میخواد رو نابود بکنه یکی دیگه از دلایلش که چون که دیدیم به خاطر وجود همون تایتانای اون انگلایی که اونجا بودن کشته شد و اینطوریه که اون میخواد تمام تایتانا رو از بین ببره و یه جورایی شاید اصلا دنبال گرفتن یه انتقام شخصی از تایتانایی که باقی موندن کسایی که باعث شدن حتی زندگی اون مسیر داستانیش عوض بشه و مطمئنا کاری که اینجا اومد انجام داد یه سری عواقب کار بعد از اونم داره که احتمالاً توی قسمت‌های باقی مونده میادش و بهشون اشاره میکنه اون تایتان پرنده هم نباید یادمون بره مطمئنا قراره که سرکله اونم پیدا بشه شاید حتی یه فایت بین اونو گودزیلا ما اینجا توی انتهای سریال دیدیم در مجموع هم تمام نکاتی بودش که در مورد قسمت هفتم وجود داشت امیدوارم که دیدن ویدیوام ویدیو هم لذت برده و اگه نکته هم شما دیدید من متوجه نشدم حتما داخل کامنتو برام بنویسید لایک و ساب و زنگوله هم یاد نره فعالش بکنید اینطوری میتونید به محتوای جدید دسترسی پیدا بکنید و بیاید توی کانال و ویدیو جدیدو تماشا بکنید این ویدیو رو هم براتون سرم اینجا که چرا الان که داریم اینم شرایط به یه سمتی رفته که قراره که مارول بیادش رو کنگو از بکنه دکتر دون بهترین گزینه است و اصلا چطوری میتونه وارد داستان بکنه که اون جذابیت خودش هم عدست نده که میتونه این ویدیو رو هم تماشا کنید در مجموع دیگه حرفی هم نیمونه تا ویدیو بعد بدرود